محرومیت های دوامدار، جنگ 20 ساله و عدم توجه مسئولان از دلایلی به شمار می رود که مردم هنوز هم در مناطق دوردست ولایت تخار از امکانات اولیه و شمول آب آشامیدنی صحی محروم می باشند و این محرومیت هم سبب شده است که امراض گوناگون دروازه هر یک از خانواده ها را تک تک نماید. شمار از باشندگان در منطقه پایاناب ولسوالی بهارک ولایت تخار که شامل 12 شورا انکشافی می شوند از عدم دسترسی به آب آشامیدنی سی شکایت نموده می گویند استفاده از آبهای آلوده و ناپاک سبب گسترش امراض اسهالات در میان کودکان و امراض شکمدرد در میان بزرگسالان شده است. چا که می کنی چاوش تلخ می بره مکمل تلخ است او خو خلاص است دیگه تقریبا نوع سی 10 کیلومتر دور است از منطقه دسترسی مردم نداره و اینمی آوی شاروان است که میبینم که کلی فاضلا باسه تشنا باسه اینمی آوی تشنا مردم میخورن اینجا مشکلات آب ما بسیار داریم اشتکای ما همیشه اسهال دچار اسهال و مریضی میگرده آوی صحیح بلند در این منطقه وجود نداره ما جنمی دوار شما قبول کنیم با ما 2750 افغانی را حساب کرده 700 روپه معاینات ما شده دیگه امیره با ما داد ما که پیدا میکنیم یا قرض میکنیم یک نفر غریب بیخی در روپه حتی قدرت نداره اونا را بسیار سخت از دایی ما میگم از دمی دولت که نمیجا توجه کنه همیجا پیش هم 10 سال نمیجا خط جنگ بود نه او دولت میتونست چه کار کرده نه حال کسی آمده برخی دیگر از این باشندگان محل ادعا دارند که دور بودن آب آشامیدنی صحی و عدم توجه مسئولان سبب شده است که با حفره حوض‌های سرباز که در آن آب دریای شهروان را جمع نموده استفاده می‌نمایند در برخی موارد سالانه از هر 5 خانواده یک کودک هنگام گرفتن آب یا تفریح در این حوض‌ها افتاده جان می‌دهند که باعث نگرانی بیشتر برای آنان شده است این باشندگان از حکومت و مؤسسات خواستار حل نگرانی می‌باشند می‌آواز خوردن نیستند بسیار از یک از خوردن هم نیست دیگه قربانی هم یک خانه هر کدام میشه یا مثلا در 5 خانه یک خانه قربانی هم دادگی است که دمیجا دیگه دمی اوضاع افتیدگی است خانه است اطراف است بیادارم دیگه سیاست را در خانه باشه اشتکا بیرون میبره دیگه در اشتکا میشه لبی اوض که سادیره میکنه یا او میبرداره دیگه داخل اوض غلطیدگی است دو تا تفلک های ما بیادار دمیجا شهید شده آلی خود ما اوضاع میبرم اشتکا را نمیمونه که او بره مدت تقریبا 40 یا 50 سال میشه که از امی آب جوی ما مردم استفاده میکنیم در حوض ذخیره میکنیم اینا شما دیدین که مثلا رنگشان گشتگی است برگ ریختگی است و مثلا ذائقهشان هم خراب شده این امی آب است که ما مردم از اینا استفاده میکنیم و حتی اطفال ما مردم به اسهالات و به مریضی های گوناگون مبتلا شده در همین حال مسئولان ریاست احیا و انکشاف دهات هم در ولایت تخار با آنکه این مشکلات را میپذیرند اما از تلاش ها به هدف حل نگرانی در همکاری با مؤسسات خبر میدهند در ولسوالی بارک 22 شورای غرب ولسوالی به نبود آب آشامیدنی سخت دچار مشکلات هستند که شما عملا آمدین دیدین حوضایشان اینا از امی آب شهروان که از داخل شهر طالقان عبور میکنه به این ساحه آبشان تقریبا در 24 ساعت میرسه بعد از 24 ساعت مردم ما اینمی آب در حوضا ذخیره میکنه و از این آب برای نوشیدن، برای وضو گرفتن و همچنان برای لباس شویی استفاده میکنه. هم پلان ما ایست که برای از چاهای عمیق بسیم شبکه سولری شبکه سازی نمایم در صورتی که با مو اگر همین امکانات آماده در ترین فرصت آماده ساخته نتانیم انشاءالله ما پلان داریم که همو چیزا را کانکریت کنیم و از طریق آبایشان از طریق کلورین ما را کلورشن کنیم خیر این در حال است که ولسوالی بهارک در 16 کیلومتری شهر طالقان و از نقاط مرکزی ولایت تخار به شمار می رود که هزاران خانواده در منطقه پایاناب این ولسوالی از نبود آب آشامیدنی صحی شکایت نموده می گویند در 20 سال گذشته این منطقه خط نخست جنگ میان طرف های درگیر بود که سبب شد هیچ گونه توجه برای حل مشکلات مردم صورت نگیرد آژانس خبری پژواک انعکاس دهنده حقایق